تحقیر کردن ملت ایران، همونطور که الان توضیح میده وزیر خارجه خود جمهوری اسلامی، تا میگه که آقا ما تو رستوران نشسته بودیم، تو کنارش اتاق بود که وزیر کری جیمز کری میخواد با ما مذاکره کنه، من ناخودآگاه رفتم ناهوا تو دیدم وزیر خارجه روسیه و نماینده اروپا هم اتوی ایستا دارن نقشه میکشن پشت سر ما. حالا به گوش میکنین چند دقیقه چون مطالب زیادی همه شده گوش کن، یعنی با شما دارن مسخرتون هم میکنن وقتی میان مشکلین میذارن رئیس مجلس خبرگان که حافظه نداره، آلزایمر داره، نمیدونه که الان توی آمریکا اون موقع که حرف میزده البته اوباما رئیس جمهوری یا ترامپ، بعد پوشاک باید با پوشاک برابر ببرنش، بعد خود از نماز جمعه که اخراجش کردن از خبرگان هم اخراجش کردن، این میذارن برای شما که میخواد رهبر انتخاب کنید. من میبینیم استاد چرف شد. مرسی کارگردان برنامه. یکی دو جمله با آقای اوباما صحبت داریم و یکی دو جمله هم با در رابطه با اقلیم کردستان عراق. اوباما ترامپ، بله، یکی دو جمله با آقای اوباما صحبت داریم و یکی دو جمله هم با در رابطه با اقلیم کردستان عراق. اوباما ترامپ، بله، استاد سیروس شرفشاهی، از مشکینی از این نمونه ها ده ها نمونه است که در نماز جمعه که صحبت میکرد، حالا خبرگانی که نشون نمیدادن همه آخه امام جمعه بود، در نماز جمعه که صحبت میکرد از این اشتباهات اینقدر وافر بود در سخنانش که بیرونش کردن که دیگه نیاد نماز جمعه. مجلس خبرگان قبلی که پارسال مثلا جلسش تشکیل شده میشد، این چون پوشاک میبست و بوی تعفن میداد اصلا گفته بودن آقا نیا تو، نمیومد. حالا عمدن این رو برای ملت ایران میذارن، کسی که میخواد رهبر انتخاب کنه رئیس مجلس خبرگان، برای توهین بشه. حالا ظریف، استاد سیروس شرفشاهی، ظریف که میدونید من رو برنامه شما چندین سال پیش گفتم و حتی نوشتم مقاله و برنامه هم چند تا گفتم، ظریف وقتی که احمدی نژاد اومد، ایشون توی سازمان ملل بود، احمدی نژاد چون خواست این اخراجش کنه اونا، دو سال بود بعد خدمتش گفتن آقا برو کنار، گذاشتنش کنار و قرار بود که دو سال بعد یه جای دیگه بهش جا بدن، ندادن، بازنشستش کردن. ایشون بازنشست شده بود و همون موقع من گفتم چون ملیت آمریکایی داره میخواست بره امریکا مقیم بشه، که تا روحانی اومد، چون خط اینها، حالا اون خودش باز در موردش باید صحبت کن، این خط چون خط استعماری است و همه اینا که اینا هستن نماینده های استعمار رنگارنگ هستن، ایشون اومد و شد وزیر امور خارجه و اینا و بارها اسرار رو مطرح کرده که خیلی جالبه. مثلا در همین نوار همینجا هم میشنوید که میگه اینها رو نباید پخش بشه، من میگم که بمونه، مثلا برای بعدی که بمیری یا بعد 40 سال دیگه الان پخش میشه، که شما میبینید همین الانش رو برجام و رو کارهای دیگه بیگانگان هستن که برای ایران دارن تصمیم میگیرن، ولی اون ارتش شاهنشاهی تا حالا مونده از ایران پاسداری کرده، جنگ ها رو منحرف کرده، صدام حسین رو شکست داده، ارتش شاهنشاهی و چهار تا بچه پاسداری که اینها زیر فرمان ارتش شاهنشاهی، یعنی ارتش سانسور کردن آقای شرفشاهی تو همین خلبان رئیسی، تو هلیکوپتر رئیسی، سه تا ارتشی با سابقه و تجربه بودن به عنوان خلبان، سرخلبان و تکنیسیان، اسم اینا رو اصلا نمیارن، یعنی تا این حد اینها کینه و دشمنی دارن درست مثل سوره روم، همشون بنی هاشم تازی هستن و همشون
از گرمت و بنی هاشم نیستن، از قاجار دیگه همه کینه دارن به نسبت سربلندی ایران آوردن. حالا من خواهش میکنم که به این حرفای ظریف کلمه به کلمهشو گوش کنید، ببینید خودش داره میگه آقا ما تحت استعماریم، برای ما در میبندن، دارن تصمیم میگیرن، بعد من ناهوا میرم تو میبینم چه به چه هست. میبینیم با برجام امضا شد. روسیه در هفته آخر امضای برجام، همونجور که اون عکس رو اگر ببینید که وزیر خارجه روسیه در عکس نیست، حد اکثر تلاشش رو کرد که برجام به نتیجه نرسه. این حرفا رو حتما نمیتونید هیچ وقت منتشر کنید. خیلی حرفای مهمیه. بله، چی شد روسیه اینطور عصبانی بود؟ اینطور شد که روس‌ها فکر نمی‌کردن برجام به نتیجه بره. یه اقدامی کردن در مورد غنی سازی. ما گفتیم ما غنی سازی رو برای نتنز رو برای بوشه. آمریکایی‌ها در ژنو پذیرفتن که غنی سازی مطابق با نیازهای ایران. خب ما هم گفتیم وقتی آمریکا با آمریکایی‌ها توافق کردیم که غنی سازی برای مصرف، گفتیم خب میگیم بوشه. روسیه اولین ضربه‌ای که زد به مذاکرات برجام این بود که گفت من بوشه رو مادام العمر میدم. ما گفتیم در مذاکره که خب بوشهر رو روسا لطف میکنن مادام العمر میدن، اما ما نمیخوایم همیشه متکی به خارج باشیم. روسیه اومد ضربه دوم رو به ما زد و گفت من هیچ وقت اجازه نمیدم شما از سوخت خودتون برای بوشهر استفاده کنید، لایسنس نمیدم به سوخت. ببینید روسیه، پس مقاومت ها بیش از اونی بوده که ما فکر میکردیم یا مردم فکر میکردن. حالا من از طرفداران جدی رابطه با روسیه و چین هستم، اما معتقدم روسیه همسایه ماست، ارتباط با روسیه مهمه. چین کشوریه که در حال برآمدن، در سالهای آینده میشه قدرت اول، ولذا معتقدم به این. اما معتقدم رابطه ما باید با کشورها با چشم باز باشه. روسیه به نفعش هست که در روابط ما و غرب بحران نباشه، اما به نفعش نیست که روابط ما و غرب عادی سازی بشه. چرا که اگر روابط ما و غرب عادی سازی بشه، روسیه دو ضرر میبینه. یک اینکه اولویت آمریکا و غرب، اگر آقای ترامپ اولویتش ایران نشده بود، اولویتش چین و روسیه. وقتی ایران میاد اولویت میشه، اولویت‌های دیگه میره به مراحل بعدی. یک. دوم، اگر ما نیازمند روسیه و چین باشیم برای به خاطر دشمنی با غرب، اولا که اونها هیچ وقت مجبور نیستن با کسی رقابت بکنن، ثانیا همواره میتوانن از ما بیشترین منافع رو ببرن. بازم من تکرار میکنم واسه اینکه یه وقت یه جایشو نبرن، ما باید با چین و روسیه رابطه داشته باشیم، کما اینکه باید با غرب رابطه داشته باشیم، کما اینکه باید با آمریکا تنش نداشته باشیم. من کلماتمو با دقت انتخاب میکنم. روس‌ها فکر نمی‌کردن برجام به نتیجه برسه. در هفته‌های آخر که دیدن برجام داره به نتیجه میرسه، شروع کردن پیشنهادهای جدید دادن. مثلا داره یک 10 میلیون به آرایتون اضافه میشه. نه اینو من نخواهم گذاشت شما پخش کنین که من رأی بگیرم. در هفته‌های آخر این برجامی که آقای توکلی میگه من نخوندم، ما دیدیم ما با آمریکایی‌ها در مورد همین این مکانیزم بازگشت که اونا بهش میگن به غلط اسنپ بک و ما هم باور میکنیم، ما با اینا به یک عباراتی رسیده بودیم. آقای کری اومد و به همکاران من یک عبارت جدیدی رو نشون داد با یه اجلاس شانگهای. بله بله، عبارت جدید که هنوز نذاشتن ما عضوش بشیم. علتش هم ناظر هستیم. علتش هم اینه که اینها ملاحظات ژئو استراتژیک برای شانگهای اونچنان نداره. ملاحظات چون چیز دیگه است، علارغم اینکه شانگهای یک کانتر الایانس، یک ضد ائتلافه. راجع به اسنپ بک، راجع به بازگشت، ما با یه متنی رسیده بودیم. آقای یا هیئت آمریکایی یه متنی رو دادن به همکاران من، گفتن این متن رو روسیه و فرانسه توافق کردن، ما باهاش موافق. خب همکاران من بنز من سابقه سازمان مللی نداشتن، دیده بودن متن بدی نیست، آوردن واسه من متن رو نگاه کردم، بهشون گفتم این خطرناکترین متن ممکنه. گفتن چرا؟ گفتم به خاطر اینکه بر اساس این متن ما هر 6 ماه یه بار باید بریم از شورای امنیت مجوز بگیریم. وقتی دیدن ما داریم به توافق میرسیم، یعنی از تمام اون موانع گذشتیم، شروع کردن به ایجاد مانع. یعنی در 3 ماهه اول سال 1394 روسیه تبدیل شد از کمک کنند، در 3 ماهه اول مذاکرات این کارو کرد که مانع این بشه که ما بتونیم غنی سازی رو بگیریم، با اینکه میگفت
اصلا هدفش این نبود که غنی سازی رو نگیریم، ما هدفش این بود که توافق نشه. در سه ماهه آخر هم وقتی دید داره توافق میشه، تمام قد اومد میدون، تمام قد اومد میدون تا روز آخر. شب آخر من نشسته بودم تو رستوران، ده آقای لاوروف شب قبلش ما داشتیم هی چانه میزدیم، من مجوز داشت رفتم تو یکی اومد گفت آقای کری گفته دیگه من بیش از این نمیتونم موافقت کنم. من تو رستوران نشسته بودم داشتم شام میخوردم با بچه‌ها، گفتم خب من میام الان اتاق آقای کری. رفتیم دیدیم ای دل غافل، آقای لاوروف نشسته، آقای کری نشسته، خانم موگرینی هم نشسته، آقای لاوروف اومده اونجا که باید جلسه رو متوقف کنه. حالا از تصفیق کنم، اتاق آقای کری نزدیک رستوران بود. بله پاشدیم، من پاشدم رفتم به سمت، گفتم میام خودم دیگه، بریم با خودش صحبت کنیم، نگفت به من کسی پلوشه. من رفتم و معلوم شد که آقای لاوروف رفته کری و موگرینی رو صدا کرده، گفته که من باید پاشم برم دیگه، من دیگه الان نمیتونم، میرم پنجشنبه برمیگرد. من رفتم اونجا و دیدم اینا نشستن و کری به من گفتش که خب چی میگی؟ گفتم من واسه این قابل قبول، من این تعدادی که تو میگی من نمیتونم بپذیرم. لاوروف گفتش که خب پس تو که دستورالعمل نداری، پس ما بریم تا تو بری دستورالعمل تو بگی. گفتم به تو هیچ ربطی نداره، با همین لحن، یعنی یک لحن بسیار بی ادبانه، غیر دیپلماتیک، خیلی غیر. من آخه با لاوروف از سال 1994 رفیقی که اون موقع که اونم سفیر بود. آره اون وقت بهش گفتم، یعنی یک عبارت بی ادبی هم به کار بردم، فقط نان آف یور بیزنس که به تو ربطی نداره به کار، یه یو بسترد هم اضافه کردم، نه یه چیزی بین بیزنس و نان آف یور اضافه کردم که هم حدودا بود، ولی بله. خب اصلا قابل ذکر نیست. اگه جنگ معلومه آقا خانم شرمن، من تنها رفته بودم ولی اونا همشون با مشاورینشون، معاون کری گفت ما بریم بیرون، خود فقط رؤسا بمون. من گفتم به تو چه ربطی داره که من اینستراکشن دارم، دستورالعمل دارم یا ندارم؟ او به من رفت، من هر وقت صلاح دونستم دستورالعملمو میگیرم، الانم من اجازه ندارم اینو بذارم. گفت داری وقت منو تلف میکنی. گفتم چی دارم وقت تو رو تلف میکنم؟ شما اون چیزی که من میخوام بهم بدی، من همینجا میرم دستورالعملمو میگیرم. کری اینجا به حمایت از من درم. گفت جواد تا حالا حرفی نزده که اجرا نکرده باشه، لذا بعد من با فاصله چند دقیقه از آقای کری 7-8 نفر دیگر رو از لیست خارج کردم با فشاری که آوردم با همون اون فوش و فوشکاری، و بعدم رفتم تو اتاقم، من دستورالعمل داشتم، اومدم و گفتم خیلی خوب قبوله. اینا هیچ کدوم استاد سیوس شرف شد مرزه فرمودین تو همین چند دقیقه اونطور که من یادداشت کردم 12 مورد استعماری رو ظریف باور می شماره که قدرت‌های جهان، البته اینجا سه تاش، یکی اروپا، یکی روسیه وزیر امور خارجه‌اش با آقای کری، اونا تو اتاق دربسته تصمیم می‌گیرن. این ظریف تو رستوران نشسته صداش می‌زنن که بیا آقای تصمیم ما گرفتیم برای ایران، برای اون برجام، برای اون میلیاردها دلار پولای ایرانی که اینا مصادره کردن تا این سال‌ها، برای همین جنگ‌هایی که راه انداختن یا اعتراف میکنه. یه نکته که از بین این 12 مورد مهم هست که ظریف تاکید میکنه اینه که میگه اولویت، میگه اگر اولویت ما نمیبودیم و نباشیم، اینها مجبورن با چین و خود روسیه درگیر بشن، به خاطر اینکه بعد وقتی یه مسئله الان ایران رو بردن تو سازمان ملل متحد، موارد دیگه رقابت های جهانی امریکا با اونا فراموش میشه. بعد برامونی که خودش داره میگه که مثلا چین در به زودی، حالا دراز مدت یا کوتاه مدت، اول قدرت جهان میشه، یعنی ما رو به عنوان توپ بازی ملت ما، مردم ما، جوانای ما که کشته میشن چه میشن بازی میدن.